به نام خدا و عرض سلام. تقلب یکی از مؤلفه های صدمه‌رسان بر جریان انتخابات، بر شفافیت و مقبولیت انتخابات که با تاسف این رسم نامتعارف هر از گاهی در افغانستان و در هر جریان برگزاری انتخابات سر و صداهای را بلند کرده است. اما این بار بر علاوه تقلبات گسترده که افراد دخیل در سود و زیان انتخابات دخیل بودند و تقلب را انجام دادند، متصدیان امور و پیشبرد و چگونگی انتخابات همچنان برای چگونگی پیشبرد کارکردی مبتنی بر اصول و قواعدی که می بایست انجام بدهند انجام ندادند و یکدیگر را متهم به بازی های دوگانه و حداقل دخیل بودن در تقلبات گسترده و یا تقلباتی که به حد خودشان است دخیل و متهم می دانند. دقیقا کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به بازی دوگانه در قسمت قرنطینه آرای بعضی از ولایات نموده است. اما برای اینکه چرا، چگونه و موارد دیگر داخل در این بحث، در بحث امشب به بحث بررسی میگیریم. من هم در قفای میزبان این بحث هستم و مهمانان عزیزی که در بحث حضور یافتن، محترم احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی، محترم سمیع درعی تحلیلگر سیاسی و همچنان آقای نور محمد نور کمیسیون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان در بحث دعوت شدند و تا لحظات دیگر مبتنی بر وعده‌شان با ما خواهند بود. آقای سعیدی به بحث خوش آمدین. میخوایم از اینجا آغاز کنم. چرا کسانی که متصدی امور و جریان انتخابات هستند و مستقل گفته میشن اکنون خود برای یک دیگر اتهام بلندن؟ بعد از سلام عرض و ادب خدمت شما جناب آقای درعی و بیننده ها شما، در قدمی اول من باور ندارم که آقای نور به این میز حضور پیدا کنه و جواب بگه. من امشب تصمیم دارم که قایقی که نزد من بود تا حالا نگفتم بگویم. حافظ شیروزی میگه که مشکلی دارم ز دانشمندی مجلس باز پس توبه فرمایان، چرا خود توبه کمتر میکنند؟ کسانی که تخطی بررسی میکنند، کسانی که وظیفه داشتن و دارن با وجدان که دقیق نظارت کنن تا خیانت و تخطی و غلطی صورت نگیره، خود عامل این بدبختی است. من در قدم اول بیشتر گپ بزنم، شما حوصل کنین. یک، کمیسیون مستقل انتخابات نتانست یا نخواست یا نکرد به روزی 16 حمل ورقای رایدهی را به مردم برسونه که کمبود بود. بله. تا هنوز با این گناه کبیره خود از مردم معذرت نخواست. ای از هر آمنه شمس اگر هر قدر اونا منکر شد. دوم، در اثر عدم آگاهی دقیق کسانی که در سر صندوق ها بودن از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، بسیار جاها به اثر قفلت به بی‌کفایتی وقتی که اوراق به دست یک رای دهنده می دادن مر نکردن، قاد نکردن. حال وقتی که کمیسیون بررسی شکایات از صندوق می کشه میگه مر کرده نیست، قاد نشده، باطل است. بله. سوم خیانت ای است که ورقای را که اینا تب و نش کرده بودن همه به عینی رنگ نبوده. در بعضی ولایات حال ورقای از صندوق های رای برآمده، یعنی ورقای رایدهی. بله. که با بعضی رنگ های دیگه تفاوت داره. کمیسیون مستقل بررسی شکایات میگه که این جعلی است، در حالی که این ورقا را همین آقایا ترتیب کردن. سوم که بسیار دردآور است مردم افغانستان بشنوند، این است که مطابق به قانون انتخابات لایحه‌ای که دو تخطی، اشتباه و اوراق باطل میشه، بله، باید 90 روز پیش از برگزاری انتخابات ساخته میشد. اما متاسف هستم که اینها در جریان انتخابات ساختن. این مردم افغانستان این خبر ندارن، خیانت. اینها در جریان انتخابات دو ساختن که مثلا چه نوع ورقی باید باطل شه؟ مر نداشته باشه، ورقی که قاد کرده نباشه، ورقی که امضا نباشه. در حالی که قانون حکم میکرد که اینا 90 روز پیش از انتخابات باید این را میساختن، به همین مسئولین خود نشان میدادن و کاندیدا را میگفتن. حالا میگن این مطابق لایحه، ولی کسی نیه که از این آقای پرسان کنه که لایحه شما چی وقت ساختن. گپی دیگه است که در اکثر تخدی و غلطی ها خود کارمندای از اینا دست داشتن. بسیار شرم‌آور است. حتی مامورین دولتی که در انتخابات مداخله کردن، مامورین دولتی اینا میگه ما به رئیس جمهور معرفی کردیم تا اونا مجازات کنن. اینا خجالت نمیکشن که قانون اساسی، قانون جزای افغانستان، قوانینی که در افغانستان نافذ است گفته که هر کس که جرم میکنه باید به سارندولی معرفی شه. به کدام قانون آمده که مجرم
دوست، خیانتکار، خائن ملی رو اول به رئیس جمهور معرفی کنیم، باز رئیس جمهور معرفی کنه. ولی شما رسانه هم اکثر چوب شسته این بیگر. آقای مفتنی، بر لایحه نبوده که از قبل تنظیم شده بوده باشه افراد و کارمندان این نهاد اگر این چنین کار رمیش و پاسخگو اینا به ریاست جمهوری هستن؟ مفتنی، بر امان اصل استقلالیت؟ آقای غفوری، قانون مهم است، لایحه، قانون اساسی، قانون جزا، اینا حکم میکنه که مجرم به سرانوالی معرفی میشه. اما استدلال اینا این گونه بوده؟ بیمانه است، استدلال بیمانه است. من میگم یک کسی آدم قتل کرده، من بگویم که باش مصلحت کنم امرای آقای غفوری، باز اگر لازم دید بازور میتونم. این خب خلا، یعنی این قانون زیر پا این گپ بیم. اگر این میگویه که کاندیدا موافقه کردن، کاندیدا موافق قانون نیستن، اگر این میگویه که ما مشوره کردیم، شما از قانون بالا نیستیم، هر چیزی که در قانون تذکر رفته حاکم است. بدون اون گپ دیگه که میخوام بگم، کارمندای خود اینا قطعا ترنینگ ندادن. بله. همی کارمندای خیانت کردن اکثر تال حضور دارن، حتی اینا تصمیم دارن که اگر انتخابات به دور دوم بره از همی آقایان کار میگیرن، از همی آقایان کار میگیرن، باز میگن بعد از تصفیه حساب میکنیم. شما ببینین، کاش که کمیسیون انتخابات میبود که من میگفتم. من در دوره پیش یک و دو کس به مراجعه کرد که به کمیسیون انتخابات بگن ما رو مقرر کردیم. ما وقتی که تلفن کردیم مراجعه کردیم که ما رو مقرر کن، اونا گفتن که ما کسی رو مقرر میکنیم، میگیریم که یک نفر یا دو نفر با اعتبار او را ضمانت کرده باشه. اینا بعد از ضمانت، حالا همین کسایی که خیانت کرده ضامینا از اینا کی است؟ بله. اینا یک لایحه داشتن، یعنی بدون ضمانت هیچ کس نمیگرفتن. بنان اضافه تر از 700 تخطی غلطی مربوط کمیسیون انتخابات. گپ دیگه که میخوام ملت بزرگ افغانستان بشنون، بعضی مردم انتظارن که شاید انتخابات به دوری دوم بره ما برگزار میکنیم، و بعضی میگن شاید نره. من اعلان میکنم به مردم افغانستان که صبح اگر زنجیرم به گردن میبفته، همین کمیسیون انتخابات محترم طی دو هفته توانی برگزاری انتخابات نداره. به اثر قفلت از اینا گودام های از اینا در گرفته، اینا آمادگی ندارن. همین کمیسیون انتخابات نمیتونه تا طی یک ماه انتخابات به دور دوم برگزار کنه. مردم شما بشنوین، اما مشکل اینجا چی است؟ مطابق ماده قانون اساسی سر از اول جوزا دوره رئیس جمهور ختم است. این چالشی است که کمیسیون محترم انتخابات به کشور وجود نیاره. خلای قانونی، سپاسگزارم. آقای در این نکاتی که استاد اشاره کردن موارد است که من اینجا یادداشت کردم، از آقای نور خواهم پرسید و آقای نور به بحث وعده کردن، اینکه تاکنون تاخیر کردن، این امان اصل احترامشان را به وقت نشان میده، اما این که در بحث حضور میابند یا خیر، امان وعده اخلاقی است که با ما سپردن. اما آقای در این نکاتی که شما یافته این موارد دخیل در این موضوع، گفته های آقای سعیدی نکات را میرسانه که گویا اشارات کمیسیون شکایات انتخاباتی موارد دقیق است، یعنی اتهام نیست که کمیسیون ایر رد کنه یا رد نتانه. اما نکات دیگر، موارد دیگر که شما میپندارین دخیل این موضوع چه نکات است؟ با سلام خدمت شما و بیننده عزیز و جناب سعیدی معظم، آنچه را که جناب آقای سعیدی گفتند بدون شک موارد بسیار مهمی هستند که در انتخابات یقینا میتونه بسیار متبارز باشه. بدون شک در افغانستان آنچه که اصل واقعا غیر معمول و غیر مکتوب متاسفانه وجود داره، امی است که رئیس جمهور افغانستان همیشه بارها تلاش کرده تا یک نظام مصلحتی را در افغانستان بیشتر تقویه بکنه و بیشتر بهش توجه بکنه. از امون لحاظ است که شما میبینید وقتی حتی کمیسیون انتخابات میخواهد که کسانی را که متهم به فساد هستند، کسانی را که متهم به تقلب و تخلف انتخاباتی هستند، اونا را بدون از اینکه بره به قانون مراجعه بکنه و بره ایره به سارنوالی برای تحقیق و برای موارد استنتاقی معرفی بکنن، اونا را بدون توجه به قانون معرفی میکنن، مصلحتن برای رئیس جمهور افغانستان، و بعدا رئیس جمهور افغانستان مثل همیشه حاتم بخشی میکنه و قانون را زیر پای میکنه. آنچه که همیشه با عنوان یک فرهنگ در افغانستان متاسفانه داره نهادینه میشه. ما اما طوری که جناب آقای سعیدی گفتن، موارد را که مطرح کردن موارد بسیار جدی است. بدون شک شما وقتی طرز العمل هایتان در جریان انتخابات میتونین بسازین و میخواین بسازین، یقینا در اینجا در کفش شما ریگ نفته است.
ورنه مطابق قانون باید 90 روز قبلتر تنظیم میشد، آماده میشد و باید به اطلاع مردم افغانستان باید رسانیده میشد که متاسفانه چنین چیزی نشده. یقینا در موارد بسیار زیادی در افغانستان همیشه وقت با این سیستم انتخاباتی که ما در افغانستان داریم، همیشه کارمندان محلی کمیسیون انتخابات و کارمندان دارالانشا در کمیسیون مستقل انتخابات همیشه در موارد مختلف شریک جرم هستند، برای اینکه اینا کوتاهی هم اگر میشه از مدیریت متاسفانه ضعیف ناشی میشه و اگر آموزش های هم برای کارمندان محلی در طول 4 یا 5 روز قبل از انتخابات داده میشه، یک آموزش جدی و حرفه‌ای و بسیار قابل توجه نیست. اما آقای دری، شما علت در چه مورد میپندارین؟ در چه علت میدارین؟ آیا واقعا این مسئله از قبل تحریزی شده و برنامه شده و دقیقا برای اینکه حداقل این پروسه ملی و جریان مهم با این چنین مشکلات مواجه شود این گونه میشود، یا نه مدیریت و نو کارکرده که حداقل همون پروسیجر و جریان و نو بینش و کنش که برای چارچوب تر همیشه برای ساختار دچار تنقیص است؟ من فکر میکنم که متاسفانه نظامی که پابند قانون و انضباطهای وظیفوی نیست، یقینا که همیشه دچار مشکل است. حتی همونطور که سیدی صاحب مطرح کردن، اینا کسانی را که به عنوان کارمندان دائمی در کمیسیون مستقل انتخابات میخواستن استخدام بکنن، تا یک استخدام بسیار شدید و جدی اینا را به ایشان میپرداختن و اینا را با تحت شرایط بسیار جدی میگماردن. اما متاسفانه شما دیدین که با وجود از آن، برای که نظام واقعا نظام مصلحتی است، یک نظام فاسد است، از این لحاظ اینا توجه حتی به قوانین هم نمیکنن، میرن دنبال تخلف، میرن دنبال کمیشنکاری های بسیار جدی که حتی شما موارد بسیار جدی را تا حال در طول چند روز دیدین که توسط دی اف سی ها و توسط کارمندان دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه صورت گرفته به کاندیدای محترم ریاست جمهوری و کاندیدای محترم شورای ولایتی. این خودش میرسانه که در اینجا واقعا از یک سو مصلحت ها تانسته خرد و خمیر بسازه قوانین را، و از یک سو مدیریتی که در اونجا وجود داره مدیریت بسیار ضعیفی است که متاسفانه دنبال گرایش های خودش است. این گرایش ها تانسته یک مقدار وضعیت را تحت شعاع خود قرار بده و یقینا که ما متاسفانه حال درگیر این مشکل هستیم. سپاسگزارم. من قرار برای یک وقفه دارن، بعض وقفه زود برمیگردیم. اما قبل از وقفه آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، با ما وعده حضور به بصره دادن که تا لحظات دیگر امید داریم با ما بپیوندن، و همچنان با تماس‌های مکرر متعددی که با کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتیم قادر به برقراری تماس، و اگر قادر به برقراری تماس هم میشیم از حضور در این چنین بحث‌ها ابا می‌ورزن. اینکه رسالت و کارشان چه موارد است و اینکه چرا به رسانه‌ها حاضر نمی‌شن، مردم خود می‌تونن بیشتر قضاوت کنند. دیدگاه و یا حداقل اتهام و یا گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی که کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به تقلب، کارکرد تقلب و یا حداقل همان قول خودشان بازی دوگانه در چگونگی قرنطینه آرای مردم افغانستان دانستند، به بس و بررسی میگیریم. آقای نورمحمد نور همچنان وعده حضور به برنامه را دادن که تا لحظات دیگر با ما خواهند بود. اما در حال حاضر محترم احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و سمیع درعی تحلیلگر مسائل سیاسی را در بس با خود داریم. اما آقای سعیدی، موارد و نکات را قبلا شما اشاره کردین، بیانگر چه مسئله است؟ آیا واقعا ضعف ها و ناتوانی های شخصی و کارکردی که این افراد است، یا نه به قول آقای درعی اشاره میکنن که این ضعف فراتر از حد توان از اینا و ساختار و نوع بینشی که از بالا به پایین وجود داره این گونه است؟ عواملی مختلف میتونه در این افته باشه. ضعف مدیریت، عدم تجربه گذشته کاری میتونه، حتی عدم صداقت آدم به علاوه کنه. و من البته با این میز نخواهد گفتم اگه مراجع قانونی از من پرسان کنه، مراجع قانونی، من میگم که اعضای هاردو کمیسون، بله، اکثریت کمیشنرهای زینا مربوط به یک از احزاب سیاسی هستند و او احزاب سیاسی در این کمپاینا مربوط به یک کاندید یا دو کاندید یا سه کاندید هستند. بدون شک تعهد سیاسی که دارن میتونه با حزبی که دارن میتونه
بی‌طرفی از اونا رو زیر سوال ببره. اما آقای سیدی، آنچه ظاهر مسئله است، رسانه‌ها هم در جریان هستند و به مردم هم اعلام شد. گزینش هر کمیشنر مبتنی بر یک جریان شفاف انتخاب است، آدرس یک مجموعه کسان و در نهایت هم بعدا معرفی و همه مواردی که از آدرس هر معرفی شده در نهایت رأی‌گیری و موارد دیگر بوده. اما این که همه از یک حزب حضور پیدا کردن و گفته شما مبتنی بر نه یک حزب من نگفتم. به یک حزب نگفتم، من گفتم که تعداد از اینا به احزاب مختلفی مربوط هستند. که در انتخاباتی که پیش رو هست احزاب در گروه های مختلف تقسیم بودن، یعنی هر کس به نوبه خود کار می‌کرد. من به یک حزب نگفتم. من بعضی موضوعات رو میخوام به شما، من بارها از طریق کمیسیون مستقل انتخابات بخصوصا از جناب آقای عمرخیل شنیدم که ما وسایل و امکانات پیشرفته ای داریم و میتونیم جلوی هر تخطی را بگیریم. حال ثابت شد که این امکانات نداشتن، راست نمیگفتن. طور مثال قانون انتخابات میگه که نتایج ابتدایی وقت اعلان میشه که آرا شمارش شده باشه مکمل. اینها خود میگه که 444 صندوق مانده بود. بله. اینا نتایج ابتدایی رو اعلان کردن. این هم خلاف قانون انتخابات است. یعنی معنای از اینکه نتایج ابتدایی درست نیسته. چون 444 صندوق ولو که از همین 444 صندوق در رای قبول شه. ولو که در رای قبول شه. بله. این درست نیست. گپ دیگه ای که شما ببینید که اعلان میکنه که طی 2 ساعت آقای شیرزه کمیشنری بررسی شکایات در هرات 100,000 رای مردمی پاک مردم هرات باطل کرد. آدم حساب میکنه که جناب آقای شیرزه با تعداد خود چطور نابغه بود که 2 ساعت 100,000 رای حساب کرد و باطل کرد. و در قانونی انتخابات گفته شده که کمیشنرهای ولایتی تنها 10 روز صلاحیت دارند. ای بعد از تقریبا 15 روزی را باطل میکنه و جناب کمیسیونی بررسی شکایت میگه که ما به او صلاحیت دادیم مانند که محاکم صلاحیت میدن. اول قانون کسایی که حقوقدان هستند، آقای ستار سعادت حقوق میفهم، من هم شاگرد حقوق هستم، ای کاش که اونا لطف کنن یک روزی در یک میز بیان مهربانی کنن از نگاه حقوقی ما بس کنیم. بله. ای کمیسیون انتخابات محکمه نیست، ای یک نهاد است. حکم محکمه در قانون اساسی تسجیل شده، حکم ازینا در قانون اساسی تسجیل نشده. بنان هرگیز کمیس لایحه ای را که پارلمان تصویب کرده من حیث قانون انتخابات، کمیسیون بررسی شکایات حق نداره که او را تمدید کنه، او را افزود کنه. ولی من نمیفهم که رسانه ها و حقوقدان ها همه خود خاموش گرفتن. می یک شب پیش یک دو تا حقوقدان ها به میز شما بودن، طوری گپ می زدن که مثل هیچ کاری نشده، در حالی که 5 روز تمدید کمیسیونی بررسی شکایت حق نداره. جناب آقای سعادت هر روز که حاضر هستن از نگاه حقوقی من امراش بس میکنم، از نگاه حقوقی که من شاگردی حقوق هستم. به خاطر از اینکه قانون شما میفهمین که وقتی که پارلمان تصویب میکنه، رئیس جمهور توشیح میکنه یا مرجع دیگه، این بر یک اصل تبدیل میشه. چیزی که باز از تبدیل شده فرار نمیتونه رو باطل کنه بدون شک. درست است. اول مثال قانون اساسی ما را، چیزی که جهتی تعدیل قانون اساسی ما حکم فرده لوی جرگه است. رئیس جمهور حق نداره قانون اساسی رو بگویی که من رئیس جمهور هستم می ورقش نیست. بله. در نهایت اون کمکایی ها و نارسایی هایی که مبتنی بر بینش ها بوده و یا هم بر شکل بوده از آدرس کمیسیون انتخابات، نه تنها کمیسیون انتخابات بلکه خود کمیسیون شکایت انتخاباتی هم دخیل هستند. تنها نمیشه یکی از اینا را مدخل بر چگونگی نارسایی و کمکاری ها دانست. اما آقای درعی، این کمکاری ها در این نهاد هم اگر وجود داره، شما فکر میکنین که از کجاست؟ آیا بینش کسانی که در رأس کمیسیون سم شکایت وجود دارن این گونه است، مبتنی بر گرایش است، و یا کارکردهایی که کمیشنرهای ولایتی دارن، دیگر افراد دخیل در این قضیه هستند، و نکات دیگر که آقای سیدی قبلا اشاره کردن؟ خب یک مسئله واضح است که افغانستان کشور اقوام است، کشور گرایش های مختلف است. بدون شک کمیشنرهایی که هم در سطح ولایت و هم در سطح مرکز کار میکنن، اینا یقینا از یک جریان فکری و از یک گرایش فکری بدون شک نمایندگی میکنن. از این لحاظ من نمیخوام در این رابطه بسیار صحبت بکنم، اما یقینا کار کمیسیون شکایت انتخاباتی که دادرسی است بیشتر به موارد انتخاباتی، تا حال آنچه را که اتفاق افتاده بدون شک تا حال به صورت بسیار خوبش پیش رفته. امیدوار هستیم که این دادرسی ها همچنان ادامه پیدا بکنه. ما بیشترین نگرانی ممی بود که کمیسیون شکایت انتخاباتی مبادا آنچه را که کمیسیون انتخابات تا حال روش پرده می پوشانه ایراد نخواهند و یا نتونن
بیرون بتن و تبارز بتن. شما فکر میکنید کارکرده کمیسیون سم شکایت یا شکایت های انتخاباتی طوری بوده که کمکاری های از اونها را حداقل برملا بسازد تا جایی که حداقل پرده بپوشاند؟ یقینا امروز آنچه را که ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی شنیدیم بسیار خوشحال کننده بود و امیدوار کننده بودی که تانسته حداقل کمیسیون انتخابات را متوجه چالش هایی که تا حال در کمیسیون انتخابات و در کار انتخاباتی در افغانستان متوجهش بوده او را بیرون بته و تبارز بته. من فکر میکنم که این مسئله میتونه امیدواری ها را بیشتر بسازه و کمیسیون شکایت انتخاباتی یک مقدار خودش را به عنوان یکی از نهادهای دادرس بتونه متبارزتر بسازه. اما کار را که کمیسیون انتخابات واقعا انجام داده تا حال متاسفانه امو مواردی است که بالاخره باید سخنگوی کمیسیون انتخابات به او بپردازه و دلایلش هم متبارز بسازه. در استودیو هستند تا لحظات دیگر و پس از وقفه با ما خواهند بود. بدامی بحث خوش آمدین و آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات را همچنان در بحث با خود داریم. آقای نور بعد از 30 دقیقه تاخیر خوش آمدین به بحث ما. جان سپاس میکنم. البته باز هم یادآور میشم که ما شب گذشته عین برنامه همینجا شرکت کردیم. از خاطر سپاسگزاریم از حضورتان. ما وارد قبلا مطرح شد در پیرامون چگونگی حداقل نکات و موارد و یا هم دخیل بودن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تقلبات موارد مطرح شد و اما نکته اساسی که قبلا کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح ساخته بودند دقیقاً همان الفاظ خودشان که در قسمت قرنطینه آرا کمیسیون شما بازی دوگانه داره. این بازی دوگانه چگونه است و مبتنی بر چه اصله؟ خب یک مورد فراموش نکنن که کمیسیون مستقل انتخابات تجربه 4 انتخابات گذشته را داره و یگانه نهادی است که در افغانستان جایگاه خود داره. شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با قوانین و طرز العمل و لوایحی که داره اقدام کرده. اگر موضوعات مطرح میشه توسط بعض از افراد و اشخاص که واقعا شاید دیدگاه خود داشته باشن ما برشان احترام داریم، ولی به این معنی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات کم خلاف ورزی کرده. مسئله قرنطین در صلاحیت خود کمیسیون مستقل انتخابات است. مسئله تفتیش مجدد، مسئله شمارش مجدد، این موضوعات است که قانون انتخابات محول کرده به کمیسیون مستقل انتخابات. در حقیقت بنان ما مطابق به قوانین افغانستان کار کردیم، کار میکنیم. هر کسی که چون این مورد را مطرح کرده ولو کمیسیون شکایت انتخاباتی هم باشه که ما دوگانه بازی کردیم، با ثبوت مدارک شواهد این مسئله را مطرح کنن، نه موضوعاتی که از آن آمره در حقیقت مخشوش میسازد. اما این نکته یک بار نبوده، بار بار مطرح شده و قبل از این هم که این الفاظ و این جملات از آدرس کمیسیون شکایت مطرح شده، قبل از این هم بار بار یک جا در نشست های مطبوعاتی با آقای نورستانی مطرح شده از آدرس کمیسیون سم شکایت که شکایت های بیشتری که درج شده از چگونگی کار کرده کارمندان شما است و شما هم وعده سپرده بودین که اگر چنین افراد ثابت شود چنین افراد وجود داره اونا رو شما با سرانوالی معرفی میکنین، این چنین موارد دخیل نبوده؟ ببینن هیچ وقت کمیسیون مستقل انتخابات نگفته که تقلب و تخطی صورت نگرفته و ایرا هم ما گفتیم که بعضی از همکارای ما که موقتا در این پروسه هم روی ما کار کردن شاید در تقلبات و تخطی ها دست داشته باشه، چی به شکل عمدی و چی هم به شکل غیر عمدی. بخاطر از اینکه ما در سر تا سر افغانستان 444 کارمند دائمی داریم که مامورین دولت است در حقیقت، ولی در روز برگزاری انتخابات ما باید حدود 110,000 کارمند داشته باشیم. یه طبعا افراد و اشخاص از همین کشور هستن و استخدام میشن، برشان آموزش داده میشه و احتمالا که بعض از افراد و اشخاص گرایش خود داشته باشه در روند. بنان کمیسیون مستقل انتخابات وعده کرده و به وعده خود وفا میکنه. زمانی که ما نتیجه نهایی را اعلان میکنیم تمام افراد و اشخاص که نیست کارمند موقت در تقلب و تخطی به شکل عمدی و یا هم غیر عمدی دست داشته باشه باید مشخص شود. اگه مسائل مشخص نشده شما نیافتین که چه کسانی دخیل بوده و کسانی که بار بار گفته میشه از آدرس کاندیدان نماینده های کاندیدا و این کمیسیون سم شکایات که گفته شده کارمندان دخیل بوده شما تنوز نیافتین و حداقل کار در قبال از اونها صورت نگرفته. ببینن وقت اقدام صورت نگرفته. ببینن وقتی که بحث میشه باید مسئله که بحث شوند. هر فردی که بحث میکنه زمانی که ما میگیم که یک جای تقلب صورت گرفته، تخطی صورت گرفته،
باید ثبوت مدارک شواهد جمهوری شود که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات سرزمین کار کرده و کار میکند. در حقیقت زمانی که ما میگیم که نتیجه نهایی را اعلان میکردیم، این افراد و اشخاص هم شناسایی میکنیم و بالاخره امر مطبوعات و جامعه مدنی شریک میسازیم. بنان این کمک زمانگیر است. دفعتا ما برای کسی اتهام وارد کردن نمیتونیم که تو در تقلب دست داشتی. ما سه کاتگوری داریم. افراد و اشخاص هستند که عمدن تقلب کردن و از بعض کاندیدا مثلا بالاشان اعمال نفوذ کردن. بنان این افراد و اشخاص اگر مسئله جرمی باشه به نهاد عدلی و قضایی معرفی شود و بالاخره نامشان باید افشا شود. افراد و اشخاص هستند که غیر عمدی تقلب کردن، بالاشان البته انفلوئنس صورت گرفته، بالاشان یه مجبور به تقلب شدن، که این افراد و اشخاص بر ما یادداشت دادن که مثلا بعضی از قماندان هستند که ما را مجبور به ساختن که یا باید تقلب کنی و یا هم بر ما اخطار میتن. بله. که افراد و اشخاص هم باید مجازات شوند و نامشان مشخص شود و در بلک لیست کمیسیون مستقل انتخابات قرار بگیره. بعضی از افراد و اشخاص هستند که کارمند کمیسیون مستقل انتخابات است، تهدید شدن، لاتکوب شدن. ما مثال داریم که توسط وکیل پارلمان اختطاف شده، سه روز او مجازات شده و حتی تصویرشان در فیسبوک البته اومده. اما در نهایت اون گفته ها مورد کمیسیون شکایت اشاره کرده، فکر میکنم مستدلل نیست، ثابت نیست، اشاره میکنه حکومتی استفاده کردن و این همکارای ما رو مثلا لاتکوب کردن، باید او افراد و اشخاص هم به نهاد عدلی و قضایی معرفی شود. بنان ما فعلا بالای جمهوری ثبوت مدارک و شواهد کار کردیم. پس اینجا این گفته های کمیسیون تا کنون به باور شما مستند نیست و قابل قبول برای شما نیست که کارمندان شما داخل در تقلب بودن؟ ما همین مسئله را یادآور شدم و گفتم. اما اگر کمکاری ها و کاستی های مبتنی بر کارهایی که شما در جریان می کردین که نکردین، اون نکات و اون موارد پاسختان برشون چیست؟ خب ما فکر میکنم که بزرگترین دستاورد ملت افغانستان با تاریخ 16 عمل صورت گرفت. 7 میلیون کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت کرد که بیان دی روان شرکت کنه. این دستاورد در قدم اول از ملت است، در قدم دوم از کمیسیون مستقل انتخابات است. اما فراموش نکنید که با همین فضا فرصت و امکانات هم مهیا شده بود که از قبل و از چند سال قبل آمادگی ها در این زمینه وجود داشت و این گونه نبود که حداقل یک سانحه و یک حادثه و یک مسئله اتفاقی بوده باشه که با یک بارگی شما مدیریت کرده باشین و با این گونه با افتخارات یاد شود. اما نکات و موارد قبلا یاد شده، یک و یک خدمت معرفی میکنم و شما هم پاسختان داشته باشین. جناب سیدی قبلا مطرح کردن که از کمکاری ها و نارسایی کمیسیون است که برگه های کمرسی برگه ها به سایت های انتخاباتی که یک از نکات قبلی هم بار مطرح شده. اما در این قسمت نکته ای که اکنون اشاره کردن که حداقل مذرت میخواستین از مردم. در قدم اول کمیسیون مستقل انتخابات در حالت جنگ انتخابات برگزار کرده. تا یک روز قبل از روز برگزاری انتخابات در بین مردم افغانستان تصوری بود، با خصوص کارشناسایی که در مطبوعات بحث میکنن که اصلا انتخابات برگزار نمیشه. اما روز انتخابات روزی بود که بدترین در تاریخ افغانستان شاید. اجازه بدین که ما تکمیل کنم صحبت خود. موضوع اول، شما خبر هستین که دو هفته قبل از روز برگزاری انتخابات بالای دفتر کابل ما حمله صورت گرفت و همکاران مشهید شدن، تلفات داشتیم. یک هفته قبل از روز برگزاری انتخابات بالای دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات حمله صورت گرفت. مردم اونجا اکثر مواد انتخاباتی البته بر صدمه رسیده. شما این را در جلال عامل باعث شد شما نارسایی کنید؟ آقای نور، این را عامل باعث شد کمکار ناامنی و موارد دیگر که شما کم رسایی کنید؟ خیر، ما میخوایم که سوال شما را جواب بتم. سه سوال مطرح کردین، بر ما وقت بتین گر کنم شد جواب. با تمام احترامی که با جناب سیدی صاحب داریم و بزرگوار افغانستان است، البته دیدگاهشان خیلی دیدگاه از که همیشه مردم افغانستان به طرف مثبت کشانده و ما از پیشان جان سپاس میکنم من از یک کوچکشان و من از نمایندی کمیسیون مستقل انتخابات. ولی یک چیز فراموش نکنن که کمیسیون مستقل انتخابات تانست که روند برگزاری انتخابات خوبتر مدیریت کنه و ما این را ابلاغ کردیم و باز هم تاکید میکنیم که هیچ نهاد پیدا نشد، هیچ کس پیدا نشد که بر ما این را ثابت بسازه که 100 نفر این چانس در روز برگزاری انتخابات نداشته باشه که خودش خواسته باشه که در انتخابات شرکت کنه ولی این زمینه برش مساعد نشده باشه. ما محلات را افراز کردیم بعد از وقت، ولی این را فراموش نکنیم که بعض از کاندیدا، بعض از افراد و اشخاص که میخواستن این روند صدمه برسانه و این دستاورد مردم افغانستان در حقیقت نادیده بگیره، در صدد ای بودن که
در 10 بجه روز که ما در 7 صبح البته مراکز محلات باز کردیم، در صدد این شدن که صدا را بلند کنه که گویا در اینجا مردم بیشتر هستند و اوراق ردی کم هستند. این در حقیقت میخواستن که پروسه را سابوتاژ کنه. به هیچ وجه در 10 بجه امکان نداره که مستند و دقیق هم وجود داره. حداقل اگر ناامنی میپندارین و اون گونه موارد را در بیرون از مرکز میدارین، در مرکز در ساحات بسیار نزدیک به کمیسیون و ساحات سبز امنیت این کمی و کاستی ها بود که نمیشه انکار کرد ثبوت وجود داره. موارد دیگر هم وجود داره. خیلی سریع میایم و شما میخواین پاسخ بگیرم. بر اثر غفلتی که از آدرس کار شما بوده، بر اثر کار کارمندای شما بوده، برگه های رایدهی افراد مهر تاپه نشده، قاد نشده و بعد از او این مسئله باعث شده که آرای مردم باطل شود. مردم آمدن، فرصت گذاشتن، رأی خود را استفاده کردن، اما مبتنی بر غفلت و کار شما که برمیگرده به عدم ترنینگ دادن و راهنمایی درست کارمندانتون که مهر تاپه اوراق نشده، آرا باطل میشه. حال کی مقصر است؟ خب این تحلیل شماست، ولی را فراموش نکنید. نه، این تحلیل نیست، نکات است که آقای سعیدی اشاره کرده قبلا. یک چیز فراموش نکنید، در هر جایی که انتخابات برگزار میشه، ولو در امریکا باشه، در استرالیا باشه که 100 سال قدامت تاریخی داره در انتخابات، مشکلات خود می داشته باشه. یعنی هیچ ناممکن است که در یک روز در 12 ساعت در حدود 7 میلیون مدیریت شد و هیچ گونه نقصی در اونجا نباشه. ما این را اعتراف میکنیم و گپای سعیدی را ما با جا میدانیم که بعضی غفلت صورت گرفته بود. باید دورست دیگه شما است که غفلت و کمکاری وجود داشته. کاملا 100% ما این رد نمی کنیم. این کمکاری باعث میشه که مردم شک کنن بر کار کرد و شفافیت انتخابات. نخیر، ولی اندک بوده، انگوش شمار بوده. این نه تنها در افغانستان، در بزرگترین کشورهایی که اونجا صدها مرتبه انتخابات تجربه کردن این موضوعات رخ میده. ما یک مثال یک نکته دیگر میخوام از شما بپرسم که همچنان آقای سعیدی اشاره کردن که برگه ها همه یک رنگ نبوده. وقتی که با چند رنگ متفاوت بعد از رای دهی میبره، کمیسیون شکایت انتخاباتی باطل اعلام میکنه. باز کاستی در کجاست؟ اگر اون موارد در اثر در جریان بوده، این موضوع حقیقت نداره، به خاطر از اینکه هر ورقی که ما داشتیم از خود یک بارکد داره. اگه شما دیده باشین امروز تکنولوژی به حالت رسیده، اگه ورق رنگش تغییر میکنه و یا هم بارکد نمبرش تغییر میکنه، سیستم اون رو نمیپذیره. بنابراین هر کسی که چنین موارد مطرح کرده، به شمول کمیسیون شکایت انتخاباتی، اشتباه کرده، حقیقت نداره و چنین موارد نیست. اگه کسی ثبوت داره، آقای سعیدی پاسخ میگیره. این نکته را آقای سعیدی مطرح کردن. جناب سعیدی پاسخ شما در مقابل آقای نور. کمیسیونی مستقلی بررسی شکایات تعداد ورقهایی را باطل کرده که گویا رنگ زینا به اوراق دیگه سر نمیخوره و مجموعاً کسانی که امروز از جمله رسانه ها و ناظرین بودن این اسناد انعکاس دادن. میشه جناب آقای نور با کمیسیونی بررسی شکایات تفاهم کنن که کدام ورقها کدام اوراق اونا باطل کردن، یک طرفه که رنگش معادل نیست به این. یعنی ای تو استدلال کردن که کمیسیونی مستقل انتخابات کارش یک رنگ بوده، اینها را دیگه کس انداخته، ولی کاندیدا ادعا دارن که همیر به وین اوراق زینا بوده، این را باید اینا تصفیه کنه. دوم، جناب آقای نور گفتن که کمیسیون مستقل انتخابات تجربه داره. من باور دارم که جناب آقای نور کسانی که در رتبه های کار میکنن تجربه، ولی تمام کمیشنرهای زینا به شمول آقای نورستانی مردمان نوی هستن، نو آمدن، اینا تجربه دارن در بخش کار خود کسا دارن، ولی اونا نو هستن به شمول کمیسیون بررسی شکایات. گپی را که من میخوایم تکرار کنم که شما هم گفتین اسناد دلایل وجود داره که گاهی شده که به علم تجربه ای که اینا یک نفر برای یک روز گرفته بودن مشکلات داشتن خود یا برای دو روز نفرها هجوم کرده که بیت ورق از وارخطایی ورق مر نکرده قاد کرده به دست نفر داده یا قاد نکرده همون آدم ساده هم بی قاد برده انداخته. حال کمیسیون شکایت میکشه که مر نداره قاد نشده، در حالی که نفر کمیسیون مستقل انتخابات نفهمیدم اول از یا آگاه نبوده قاد نکرده یا مر نکرده، این را باید حل میکردن. چیزی دیگه ای که من جواب نیافتم، بعضی اوراقی را کمیسیون بررسی شکایات باطل میکنه به خاطر اینکه چی چیزها باطل باشه، مر نداشته باشه، امضا نداشته باشه، قاد نشده باشه، در حالی که لایحه باطل ساختن همی اوراق در جریان انتخابات ساخته شده، نه 90 روز قبل که البته آقای نور جواب میگن. چیزی را که من سرش بسیار تاکید دارم، بارها من جناب آقای عمرخیل شنیدم که وسایلی الحمدلله وسایلی بسیار پیشرفته‌ای داریم که میتونیم هر نوع تخطی را بگیریم.
444 صندوق قرار گفته از اینا شامل حساب نشد، اینا دوره ابتدایی را اعلان کردن، یعنی آرای اولی را اعلان کردن، در حالی که نظر به لایحه‌ای که نزد از اینا وجود داره آرای ابتدایی وقتی اعلان میشه که همه شمارش تکمیل شده باشه. بازی که کی را کمیسیون بررسی باطل میکنه، کی را میته او گپ جدای می قانون میفهم. یک نقطه دیگه هم میخواستم خدمت شما بگم، مشکلی دیگه ای کی است که کسانی که تخطی کردن، که من بارها از جناب آقای نور شنیدم که میگویند که ما والی ها، قماندان ها، اولسوال ها، کسایی که مداخله کرده، ما لیست از اینا را به جناب رئیس جمهور دادیم و چون میگویند که بین کاندیدا تفاهم شده بوده، من همیتا شنیدم، اما من میگم که متخلفه. قانون اساسی و قانون مجازات ای گفته که بره به سارند والی، در هیچ قانونی نگفته، در هیچ قانونی نگفته که اول بره به رئیس جمهور باز از اونجا بره. همین کاری را که کمیسیون میگویه که کاندیدا تفاهم کردن، کاندیدا مگر تفاهم کردن خلاف قانون اساسی عمل کردن. سپاسگزاریم. آقای نور خیلی سریع میخوایم پاسخ بگیریم، باز دیدگاه آقای دریل میخوایم داشته باشیم. نکات را که آقای سعیدی اشاره کردن، حداقل همین نکته خلاف اصولی که شما رفتار کردین، لایحه میبایست 90 روز قبل تهیه و ترتیب میشد اما بعد از انتخابات شده و نکات در جریان قبلی در جریان انتخابات. خب از اینجا شروع میکنیم که تفاهم چرا در ریاست جمهوری صورت گرفت بین 11 کاندید جمع رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی. هر فردی که از امکانات دولتی و حکومتی به نفع کاندید سوء استفاده میکنه و یا هم به ضرر کاندید دیگه، باید ثبوت مدارک و شواهد جمهوری شود و به آدرس ریاست جمهوری فرستاده شود. این وظیفه را در حقیقت متفاهمی که صورت گرفت و رئیس جمهور زمانی که این ثبوت و مدارک از کمیسیون به دست میاره باید اقدام کنه. مثلا والی سک به نفع کاندید کار کرده، باید او را وظیفه شو دولت ازل قرار بده و به نهاد عدلی و قضایی او را معرفی کنه. چه کسی این کار را باید بکنه؟ چون رئیس جمهور در اصل عرصه قوا است. یک مورد تفاهم به این شکل شده بود. اما شما فکر نمیکنید نکته که آقای سعیدی اشاره کردن اولویت داره نسبت به این مسئله شما بیان میکنین؟ ببینید زمانی که میگم که یک وزیر و یک والی که والی حکومت است در تقلب و یا هم در از امکانات دولتی به نفع کاندید استفاده میکنه، ما فکر میکنم که اگر خود رئیس جمهور در رابطه اقدام نکنه، نهادهای عدلی و قضایی در حالی که انکشاف یافته رشد کرده، ولی بان هم فکر نکنم که یک وزیر تا به حال 10 سال برکنار کرده باشه نهادهای عدلی و قضایی. اگر مثال شما دارین لطفا ارائه کنید. پس این هم از ترس شما از اونجا که قانون پذیری و حداقل عدم توانتان برای معرفی به نهادهای قضایی بوده؟ ببینن کمیسیون مستقل انتخابات به اساس قوانین این وظیفه را نداره که یک والی را از وظیفهش برکنار کنه. نه، اما این صلاحیت نداره که معرفی کنه به نهادهای قضایی. این در حته کار رئیس جمهور است. زمانی که ما رئیس جمهور اطلاع میتیم، این با این مناسبه که باید این بعد از او به نهادهای عدلی و قضایی هم معرفی شود. این به این معنا نیست که فقط رئیس جمهور را تحت ازل قرار بده وظیفه شد. بنان تفاهم به این شکل صورت گرفته بود که باید بره به نهادهای عدلی و قضایی و دوسیهش تحت پایگر قرار بگیره. پس در نهایت مبتنی بر قانون نه بلکه تفاهم. شما هم پذیرفته این کارهایی را که مبتنی بر تفاهم باشه نه مبتنی بر قانون. این به اساس قوانین است نه به اساس قانون. مبتنی بر چه اصلی از قانون است؟ شما تفاهم کنین مجرم را به نهاد قضایی نسپارین، به ریاست جمهوری بسپارین. ما نگفتیم که نمیسپاریم. ما کدام نیروی نداریم که یک وزیر از دستش بگیریم با سرانوالی ببریم. نه، این سپردن به معنی فیزیکی نیست، به معنی معرفی است. معرفی امیر معرفی میگیم. اینو اگر در مکتوب خوب ریاست جمهوری گفته باشند که این آدم با این دلایل گناه کرده، جرم کرده، امیدواریم که از طریق مرجع قانونی از این بازخواست شه، اینا ملامت نیستن. کاملا اگر اینا گفت ایتو گفته باشن، اینا مکتوب ایتو گفته باشن که رئیس جمهور همین آدم خوب کار نکرده، اینا گفت اگر گفته باشن که از طریق حکومت به مراجع بره، چون اینا پلیس نداره، اینا سارندوالی نداره، او درست است. سپاسگزارم. فقط ما بفهم فقط یک کلمه بگم، موضوع طور بوده که ما والیه که از امکانات دولتی استفاده کرده، ثبوت مدارکش جمهوری کردیم، با آدرس رئیس جمهور فرستادیم. ایرا گفتیم که در قدم اول باید وظیفهش در حالت تعلیق قرار بگیره و نهادهای عدلی و قضایی تحت بررسی قرار بده. مثلا طور بوده به خاطر از اینکه ما شما تجربه زیرا داشتیم در انتخابات های قبلی و همچنان نظامی که
از سال 2002 به این طرف اگه ما حساب کنیم نهادهای عدلی و قضایی یک وزیر ما فکر میکنم تا به حال با پروندهش با شکل که لازم بوده رسیدگی نکرده. اما جدای از افراد دولتی اگر کارمندانتان دخیل بوده تا کنون و دخالت کردن اونا رو به کدام نهاد شما معرفی کردید؟ با اساس ماده 58 قانون انتخابات هر کارمند کمیسیون مستقل انتخابات که در تقلب دست داشته باشد در قدم اول باید برشان اخطار داده شود، در قدم دوم باید 3 ماه ماشان وضع شود و بالاخره در لیست سیاه شامل شوه اگر مسائل جرمی باشه با نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوه. تشکر. که عملا این کار کمیسیون مستقل انتخابات تحت پروسس قرار گرفته. تشکر از شما همکاران مشارک. وقفه دارم بعد از وقفه به ادامه بحث برمیگردیم. بدم بس خوش آمدین. آقای دایری، این نکات موارد دخیل در موضوع موارد را که آقای نور اشاره کردن و آقای سعیدی اشاره کردن، موارد از این موارد چه موارد دیگری وجود داره از دید شما که اما نکات اساسیه که در نهایت این اصل اساسی و جریان مهم و ملی صدمه میرسانه، کمکاری ها و کاستی های کمیسیون مستقل انتخابات و یا هم اون گونه دیدگاه هایی که حداقل کمیسیون شکایت انتخاباتی داره؟ خب ما فکر میکنم کمیسیون شکایت انتخاباتی اونچه را که لازم بود گفته و یقینا یک مقدار از او عرف ها متوجه کمیسیون مستقل انتخابات است و کمیسیون مستقل انتخابات بدون شک باید به اصلاح از او بپردازد. چرا اما آقای نور اشاره میکنن که این موارد مستند نیست، فقط یک دیدگاه است که از آدرس خودشان بیان شده. متاسفانه این قابل باور نیست، برای که 700 مورد تنها شکایتی که درج شده در متوجه کمیسیون انتخابات است و کمیسیون انتخابات ممکن که آقای نور خودشان گفتند که این تخطی بوده باشه، ممکن تخلف بوده، ممکن تقلب بوده، اما آنچه که مورد نظر است این است که در کسانی که واقعا در تقلب ها به صورت عمدی دست داشته از کارمندان کمیسیون، اونا نباید مطابق ماده 58 با ایشان برخورد شود. اونا باید واقعا به سارنوالی معرفی شوند تا اونا واقعا جزای خود ببینند و به مردم افغانستان هم احترام بگذاره به قانون و اعتنا بکنه به قانون که واقعا قانون میتونه یک مقدار به دادشان برسه. در غیر از اون باور دارم اگر اون گونه بوده پس از انتخابات و زمان بر است و زمانگیر است پس انتخابات نه، من فکر میکنم اینا موارد ثابت هستند. 700 موردی که درج شده در مورد کمیسیون شکایت، ممکن در مورد کمیسیون مستقل انتخابات ممکن یک مقدارش تخطیا بوده باشه که او تخطیا میتونه توصیه باشه، میتونه بعد از او هشدار باشه و کم کردن ماشان از این موارد مطابق ماده 58 همونطور که آقای نور گفتن. اما مواردی که واقعا جدی است و تخلف و تقلب است، اونا باید به سارنوالی معرفی شوند تا مردم اعتبارشان نسبت به کمیسیون و نسبت به روند ملی انتخابات یک مقدار بیشتر شود. و ضمن فراموش نکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات اگر به این موارد نپردازه، یقینا ما بر بار دوم آمادگی را که لازم است و باید صورت بگیره او را هم نمیتونیم داشته، برای اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی در این 700 مورد مطمئنا که مکتوب دادن بر ازنا و اینا را از اینا تقاضا کردن تا مواردی که مورد تخطی و تخلف قرار گرفته اینا افرادش باید به بلک لیست بره. من مطمئن هستم که این کارم کمیسیون انتخابات شاید نتونه انجام بده و شاید هم نکنه، یعنی اراده حتی نداشته باشه که این مورد هم میتونه به روند انتخابات و به روند ملی انتخابات صدمه وارد بکنه. اما اینکه فکر میکنه نتونه مبتنی بر چه اصل و اینکه نکنه مبتنی بر چه؟ این جریان و این افراد متصدی جریان برگزاری انتخابات شفاف و پاسخگو بر مردم هستن. برای اینکه یک دلیل که ندارن خود باعث میشن شفافیت انتخابات را صدمه برسانن، اینا خیلی مشتاقانه ممکن برای رسیدگی به اونها عمل کنن. دلیل را که اینا ممکن پیش میکنن این است که گویا شاید کارمندایی را که اینا میخواهن تازه بگمارند بر کار، آموزش هایشان برشان ممکن نباشه و یا شاید هم یک مقداری هم به مو تعلقاتی که نسبت به او افراد دارن به او هم بستگی داشته باشه که اینا را نتونن از کار بلک لیست بکنن. این موارد را اگر اینا اصلاح بکنن یقینا به یک مقدار گفتم مورد قابل اعتنا است که باز مردم اعتبار میکنن. پاسخ بگیریم چون به پایان برنامه میرسیم. آقای نور، آقای دره این نکات را اشاره کردن که حداقل 700 مورد ثابت شده وجود داره، بون هم شما میپندارین که این گونه موارد نیست و یا حداقل اگر نمیتونین و یا هم نمیکنین به باور اینا به قول اینا چه معنی را رای میکنه؟ ما فکر میکنم ما نگفتیم که چون این موارد نیست، ما گفتیم که باید رسیدگی شوه و همیشه تاکید کردیم که تقلب تخطی صورت گرفته، چی از طرف کاندیدا چی از طرف همکارای ما که موقتا استخدام شده بود در این روند. بنان ببینن یکی دید منفی است و یکی دید مثبت و یکی متوسط. بعض از دوستای ما شما که بحث میکنن البته
حد اقل مدید متوسط کس به اون نمیکنه. در حدود 101,010 کارمند که استخدام میشه دی جای شک نیست که بعضی از افراد و اشخاص یا 700 مورد که از خیلی اندک از در حقیقت به او هم باید رسیدگی شوه. و اگر فرض کنیم که اش تقلب صورت نمی گرفت، تخطی صورت نمی گرفت، اصلا بودن کمیسیون شکایت انتخاباتی باید ایجاد نمی شد. اما این که باید بنام. رسیدگی شوه مبتنی بر این اصله که انتخابات به دور دوم میره، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ از آقای سعیدی خیلی خیلی سریع. اول تقاضا دارم طوری که جناب آقای نور گفتن که ما کسانی که از کارمندای دولت به امور انتخابات مداخله کردن، ما به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم ولی اونا تصمیم نگرفتن. ما یک پیشنهاد رو فهمیدیم که یا مقام ریاست جمهوری نخواست یا زورش نرسید یا تصمیم نگرفته. یک خواهش از اینا دارم یک پیشنهاد دیگه کنن. همه کسایی که یک ذره آموخته خور بودن کارمندان دولت و میخوان به انتخابات مداخله کنن، همین دفعه از آقای نور میگم با آقای نورستانی بگوین که این دفعه شورت از اینا رو به رئیس جمهور بتن یک خواهش کنن، بگن اینا رو مجازات نکنین. اگر انتخابات به دور دوم رفت 48 ساعت اینا رو بخواین به ارگ موبایلشون رو بگیرین از پیشون، همونجا میمون باشن، به ولایت خود نباشن تا حداقل سایه غلطی از اینا به سر انتخابات نیاد. و چیز دیگه هم که من میخواستم بسیار دوستانه از جناب آقای نور پرسان کنم این هست که باوری وجود داره و اطلاعاتی وجود داره که نظر به مشکلاتی که شما دارین انتخابات اگر به دوری دوم میره به وقت و زمانش حل و فصل شده نمیتونه. مطابق ماده 60 قانون اساسی که وقت رئیس جمهور از اول جوزا تکمیل میشه، ایرا کمیسیون انتخابات میتونه چیزی بگه و گپ آخرمه. من البته از طریق رسانه حالا نمیگم، اگر آقای نور علاقمند باشن من حاضر هستم که در بیرون از تلویزیون بگویم که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون بررسی شکایات باید منسوب به هیچ حزب سیاسی نباشن، بی طرف باشن. تعدادی هست که گویا این چنین نبوده، هست مربوط به حزب هستن. من میگم با آقای نور از طریق رسانه نه، که اسناد و دلایل داره و گپ آخر که یعنی گفتم منسوب به یک حزب سیاسی هستن. این مشکلات چطور میتونه رفع کنه؟ تشکر. خیلی خلاصه آقای نور پاسخ میگیریم. یک دقیقه گفتم میتونیم شاید بعض از افراد و اشخاصی که من حیث عضو در کمیسیون کار میکنه شاید با حزب در گذشته ارتباط داشته، ولی زمانی که و تصدی عضویت کمیسیون میگیره در حقیقت اون یک مکانیزم است که باید به اساس از او کار کنه، نه به اساس امو مسائل حزبی خود. چون اونجا با اکثریت آرا تصمیم گرفته میشه، یک مورد. و مورد دوم، اگر فرض کنیم که انتخابات به دور دو رفت و با تاریخ 24 صور ما زمان که نتیجه نهایی را اعلان میکنیم دیدم که انتخابات به دور دو رفته و انتقال قدرت به وقت صورت نمیگیره، برازو هم نهادهای موجود است، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و ستر محکمه میتونه برازی یک رای حالا در نظر بگیره. ولی یک چیز فراموش نکنیم که دستاورده که در افغانستان صورت گرفته 16 عمل باید تمام دوستا او را به شکل که صورت گرفته نکاز از حضورتان. بحث ما برنامه به پایان رسیده. آقای سعیدی شما باشین. امی قبلا من مراجعه کرده بودم به کمیسیون انتخابات در دوره پیش، یک کسی مقرر کن، یک قانون بود که یک کس که مقرر بشود اونجا باید ضمانت میداد، یعنی یک کس یا دو کس رو ضمانت میکرد. حالا ما همین چیز دارین یا نه؟ کاملا. تشکر از اینکه بحث ما به پایان میرسه. برنامه در نهایت آقای نور از حضورتان تشکر میکنیم. آقای دری تشکر از شما به بحث ما حضور پیدا کردن. آقای سعیدی از شما تشکر و همچنان از شما عزیزان تا کنین بینندگی برنامه بدید سپاسگزاری میکنیم تا برنامه بعد.